آقای اسماعیلیون، اگر این ارتباط برقرار هست خوش آمد میگم به شما. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. اول از دلایل خود شما بشنویم، چی شد که از گروه همبستگی خارج شدید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ثابت و بینندگان شما. من دیروز البته به صورت مبسوط سعی کردم توضیح بدم که به چه دلیلی این کار رو کردم، ولی خب اگر بخوام دوباره توضیح بدم، وقتی که جمع تشکیل شد در 2 ماه پیش حدوداً، بنای من بر این بود که با ایده هایی که وجود داره دست به سازماندهی ایجاد تشکیلات بزنیم و بیش از همه برای قدرتمند کردن مردم در داخل ایران و کمک به انقلابی که در ایران داره صورت میگیره. ولی خب متاسفانه شرایط اونجور پیش نمی رفت و چشماندازی هم که من می دیدم در آینده نزدیک یا دور به نظرم نمی رسید کمکی بکنه به در واقع شرایطی که در ایران وجود داره. به محتوای توییتی که زدید اولا بپردازیم، چون حالا با همین توضیحات کلی که دارید خیلی جز به جز توی توییتتون به یه بخشای اشاره کردید. گفتید از ابتدا مشکلات و موانعی وجود داشت. توضیحتون برای این چی هست؟ ابتدا منظورتون کدوم مقطع است؟ قبل از تشکیلی، بعد از تشکیلی؟ من فکر میکنم از همون موقعی که جلسه جورج تاون در واقع شکل گرفت، ایده من این بود که ما کمیته‌های مختلف تشکیل بدیم. اگر میخواییم بریم با مقامات کشورهای دموکراتیک حرف بزنیم، باید کمیته مربوط به اون داشته باشیم. اگر میخواییم بر مسائل داخل ایران تمرکز بکنیم، باید کمیته‌های مربوط به اون رو داشته باشیم. اگر که میخواییم در واقع این جمع در کنار هم بتونن به صورت مستمر کار بکنن، احتیاج به سازوکاری هست، مثل هر نهاد دیگری احتیاج به اساسنامه‌ای هست، احتیاج به سازوکاری برای کار کردن وجود داره در واقع. ولی خب این اتفاقا نیفتاد. یعنی چون به حرفتون گوش نکردن منظورتونه، یا نه اصلا اراده برای اینکه دیگرانی بخوان به پیوندن وجود نداشت؟ اصلا حرف من تنهایی نبود، فکر کنم اکثریت قریب به اتفاق جمع بر این نظر بودند، ولی خب مقاومت وجود داشت. مقاومت از جانب کی؟ آقای پهلوی. چالشی که برای شما بود این بود که یک نفر از گروه مخالفت میکرد، یعنی آقای پهلوی رو نمیتونستید متقاعد بکنید برای اینکه، یا اصلا نظرشون بود که هیچ گروهی نباید تشکیل بشه؟ توضیح اگر میشه لطفا بدید. البته خودشون میتونن میان توضیح بدن که نظرشون چه بود. از نظر شما که ایشون رو مخالفت. ولی نظر ما این بود که جمع باید ایجاد تشکیلات بزنه، سازوکاری برای خودش فراهم کنه. اگر میخواهد با کسانی بیرون از گروه صحبت بکنه، در واقع برای این برنامه‌ای داشته باشه، برای ایران در درجه اول برنامه داشته باشه، در شرایطی که ایران به سر میبره و همین روزها هم هر روز داریم اینها رو شاهد هستیم و میبینیم، ما باید حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید برنامه داشته باشیم، باید عمل بکنیم. و خب درک متقابلی از این مسئله وجود نداشت. این که دارید میگید ما، منظورتون خودتون هستید، بخشی از گروه هست، همه گروه یک طرف هست، میشه توضیح بدین این دایلمیک؟ بله، من اکثریت قریب اتفاق رو میتونم بگم که به این اعتقاد بودند و احتمالاً هنوز هم هستند، ولی بحث این بود که سازمان‌ها، به این بحث متقابلی که وجود داشت، سازمان‌ها و نهادهای خارج از این جمع تشکیل بشن و ما فقط از آنها حمایت بکنیم. در صورتی که فردی مثل من و ایده‌هایی که داشتم، نظرم این بود که نه، ما باید وارد کار بشیم و باید به مردم ایران به هر شکلی که میتونیم کمک بکنیم، به هر شکلی که میتونیم، اگر لازمه در اینترنت آزاد که مردم بهش نیاز دارن و در کمک به خانواده هایی که آسیب دیدن، در مسئله اعتصابات، اعتراضات، باید کارگروه هایی تشکیل بشه. البته این کار داره میشه، من نمیخوام بگم که نشده، ولی در خارج از گروه همبستگی ناچار شدیم این کار رو بکنیم. و بعد خب مسائل دیگری هم پیش اومد که در واقع بحث های داخلی جمع به خارج انتقال پیدا کرد که این هم به نظر من ضربه دیگری بود. منظورتون این که اون چیزی که در جلسات شما مطرح میشد در جاهای دیگه اومد، یعنی مثالش چیه؟ مشخصا چه اتفاقی افتاده؟ به طور مشخص تو توییتی که آقای پهلوی در 2 هفته گذشته زدند، بیرون بردن بحث‌های داخلی از جمع بود، در حالی که ما داشتیم هنوز در موردش صحبت میکردیم. شما وقتی که وارد گروه همبستگی شدید فکر نمیکردید که یه همچی چالش‌هایی وجود داشته باشه؟ یعنی اصولا منتظر چه فضایی بودید و
وقتی وارد شده بودید که الان فضای مثبتی وجود داشت. من فکر میکردم همه به قصد کار اومدن. خب میگم که من نمیگم که نیت خوانی نمیتونم بکنم، ولی به نظر من همه همینطور بودند. و ولی خب وقتی این مسائل پیش اومد، در حالی که ایده‌های بسیار خوبی هم مطرح شد، افراد بسیار زیادی از جامعه ایرانیان خارج از کشور، داخل کشور پیشنهاد دادند و خواستند کمک بکنند، ولی خب همونطور که گفتم دیگه فکر کنم ضربات آخر این بود که در واقع بحث‌های داخلی به بیرون گفته شد و به نظر من این کار اصلا دموکراتیک و درست نبود. وقتی میگید دموکراتیک نبود، یعنی منظورتون اینه که برای اینکه چیزی در مورد گروه رو به خارج منتقل کنید باید رأی میگرفتید بین خود اعضای گروه؟ اصولا اتفاقی که افتاده از نظر شما چه تأثیری گذاشته بر کار درون خود گروه؟ ببینید، شما مثلا یک سازمان رو ایجاد میکنید و بعد میخواییم بیانیه منتشر بکنید، 5 نفر 6 نفر افراد یا همفکر یا غیر همفکر، به هر حال همه باید با یک متن موافق باشن و اون متن به دید عموم برسه. ولی خب اگر که تحمیل باشه، در واقع در بخشی که سوال وجود داره برای مردم، شما تقاضا کنی که اون بخش حذف بشه و در واقع نظر دیگران رو بخوای تغییر بدی در حالی که دیگران این نظر رو ندارن، اکثریت جور دیگه ای فکر میکنند، خب این تحمیل نظرات تلقی میشه. و از دید من به نظرم میرسید که در آینده مشکلات حادتری ایجاد خواهد شد. ممکنه به جاهایی برسه که اصلا در نه علاقه من هست نه در واقع در شخصیت من بود که وارد بعضی از دعواها بشم، و به نظرم رسید که بهتر این است که گروه رو ترک کنم. اینکه افرادی پیشنهاد شده بودن برای پیوستن به گروه هم از عوامل اختلاف نظر در داخل اعضای گروه بود یا نه؟ بله بود، به این شکل که در واقع همونطور که توضیح دادم ما هنوز سازوکاری نداشتیم برای افزودن افراد و از گروه‌های بسیاری به ما نوشته بودند، به هر یک از افراد که در این جمع بودند، که نیاز به گسترش هست. سازوکاری تعریف نشده بود، تلاشی برایش صورت نگرفت و گفتگوها هم حتی به نتیجه نرسیده بود ولی در موردش صحبت شد. فکر نمی‌کنید از نظر زمانی خیلی این هم تشکیل خود این شورا طول کشیده بود، هم پروسه تصمیم گیری در درون خود شورا خیلی به نظر می رسید که هم اطلاع رسانی به افکار عمومی درش وجود نداشت؟ مثلا خود شما الان که از شورا آمدید بیرون الان دارید با رسانه صحبت میکنید، ولی در این مدت هیچ اطلاعاتی از این که در درون شورا چه میگذره، چه برنامه‌هایی داره، چی کار داره میکنه نبود. بله درست میگید و این خب یکی از نقایص ما بود و ما البته دست به تأسیس وبسایت زده بودیم، از مردم ایمیل هایی دریافت کرده بودیم و من شخص معلومم بودم که نظرات مردم رو بشنویم و پاسخ بدیم. اهمیت داره که با مردم در ارتباط باشیم، بدونیم شرایط در داخل ایران چطور داره میگذره و فکر کنیم و از دیگران کمک بخوایم. ولی متاسفانه میگم بحث ها هولوش این موضوعات نبود و این به نظر من اتلاف وقت به نظر رسید. من آدمی هستم که در واقع عادت دارم که خودم کار خودم انجام بدم و تمرکز بر کار داشته باشم، ولی اتفاقاتی که بیرون از جمع می افتاد به نظر من به ضرر جمع بود، به ضرر گروه بود، به صورت سازماندهی شده انجام می شد و شما مخالفت هایی که در شبکه های مجازی میشد میتونستین شاهد باشین. مخالفت نبود، تخریب بود، اهانت بود و به فضاهایی وارد میشد که به نظر من بیش از اون که بخواد به سود انقلاب زن زندگی و آزادی در ایران باشه به ضررش تموم میشد. من فکر کردم اگه این مانعی میتونه باشه برای این کار، به نظرم رسید که میشه جور دیگه ای کار کرد.